سلام دوستان عزیزی که توی کلیسا خدمت خانوما رو به عهده دارید یا دوست دارید توی این خدمت وارد بشید خدا برکتتون بده این خدمت کار آسونی نیست ولی خدمت پرسمری هست اگه بدونیم به چه هدفی این کار رو انجام میدیم خدمت به خانوما توی کلیسا ابعاد خیلی گستردهی داره که اینجا جای باز کردن همه این ابعاد نیست پس فقط میخوام به این پرسش پاسخ بدم که هدف از مشارکت هفتگی بانوان چه در کلیسا، چه در جمع خانگی و چه در جمع مجازی چی می هست؟ اولین هدف ایجاد محیطی امن برای خانوماست که اگر لازم باشه از اون چیزی که اونا رو رنج میده و جلو مردان نمیتونن اونو بازگو کنن پرده بردارن. توی دنیای سقوط کرده ما پیکان درد و رنج بیشتر متوجه زنان هست و کلیسا موظفه که محیطی کاملا امن برای خانوما ایجاد کنه که بتونن بدون نگرانی و ترس از برملا شدن رازهای زندگیشون اون موضوعات رو با اشخاص امین در میون بگذارن و شفای خدا رو تجربه کنن دومین هدف ایجاد محیط سالمی برای برقراری دوستی های مسیح هست توی دنیایی که ما خیلی از ارزش های زندگیمون و از دوست نزدیکمون میگیریم چقدر نیاز هست که خانوما با ایجاد دوستی های مسیحی لذت رفاقت مسیحی سالم رو با هم تجربه کنن سومین هدف ایجاد محیطی هست که افرادی که توی ایمان بالغترن بتونن الگو، منتور، راهنمای روحانی برای خانمایی که نیاز به راهنمای روحانی دارن باشن. میدونید کاربرد خیلی از نکات و ارزش‌های ایمانی توی زندگی روزمره پر از ابهام و چالش میتونه باشه یه مربی خوب میتونه قدم به قدم کسانی رو که با این چالش ها روبرو میشن کمک کنه و هوای اونا رو داشته باشه مشارکت های ما نه فقط با تعلیم بلکه با تفریح، با تمرین، با تکلیف کوششی هست برای تحقق این اهداف برکت خدا با خدمت شما باشه